بدید که یادی کنیم از محمد علی فردین، هنرمند فقید سینمامون، ورزشکار عزیزمون، قهرمان کشتیمون، و این تکه رو بشنویم که با آقای عباسی صحبت میکنه تلفنی. ببینیم چه میگوید. درود بر شما حضرت عزیز. من هم این فکر بودم که واقعا ملت ایران چقدر اینها هنر دوستن، چقدر ورزش دوستن، چقدر هم دیگر دوستن. از تمام اقسان نقاط تهران همه کوبیده بودن اومده بودن. اون وقت وزارت ارشاد یه چیزی حدود شاید 15-16 تا از این اتوبوس های بزرگ مسافربری که نمیدونم هر جد اینها رو همه رو آماده کرده بود در همین تالار وحدت، خود اینها هم 8 اتوبوس گرفته بودن ولی باز هم کم بود. هزاران نفر تو این اتوبوس ها تو تالار وحدت که اصلا تو نمیدونید ماشین من رو بلند کرده بودن رو هوا. من توی ماشین با زنم با دوستم آقای عزیزی با بچه ها که تو ماشین رو از زمین بلند کرده بودن. ببین چه میکردن این مردم. خدا شاید اصلا ما همه ما زار زار گریه کردیم از محبت این مردم و اینها چه می کردن برای انیام وطن، چه می کردن. تا خود بهش زهرا همه اومدن، تمام این جمعیتی که تا تالار وحدت بودن به اضافه به یه تعداد زیادتری همه با این اتوبوس اومدن اونجا تو بهشت زهرا دیگه همه شد، همه جای بهشت زهرا شد بود علی حاتمی. شاید هزار تا ماشین سواری دنبال این اتوبوس ها بودن. خیلی عجیب بود. البته ما تا اونجا که میتونستیم پیشتری داشتیم، نمیدونید مثلا من در تالار وحدت شد 10 دقیقه بیشتر نتونستم بیستم دیگه، مثلا ماشین من بلند کردن رو هوا. بعد رفتیم اونجا، اونجا هم باز ریختن با تکسی مرداری، شاید بعد از 100 تا فیلم بردار بود که ما نمیشناختیم اینا کدوم مال تلویزیون، کدوم رادیو، کدوم شخصی هست. همینطور مسافته، همینطور راجب علی حاتمی، راجب کلی هنر، بیا کی زنده است، کی مرده است، کی فلانه و عشق میریختن و عشق میریختن. لباس منو ماچ میکردن، نمیدونم من همه ایرج قادری قبل از من اومد بود، اون نتونست فایش رفت، همه گریه، همه احترام تصفیت گفتن به مردم، به خانواده، خیلی سنگ تمام گذاشتن انصافا. جاد خیلی خالی بود، جاد همه یه بچه های سینما با من خالی بود، خیلی خیلی ساله بود، خیلی الحمدلله بزرگ داشت کاملی بود. ولی خب یه حس که خودش هفته کاری بود رفت از پیش همون. دوستان به جای مامان سعی میکنید که اینشالا در خارج از کشور خاطرش رو زنده نگه داریم به تاوجه که میتونی. آره باید یعنی وظیفه تک تکمونه واقعا. عزیزی بود که به درد همه چی میخواد رفت، چه بچه نازنین بود دیگه خدا رفت. یادم میاد لندن که بود اومده بود من برای دیدنش رفته بودم، صحبت شما شد، گفتم که آقای فردین دوباره باسی بود روی صحنه. گفت فردین همیشه خواهد درخشید برای ما، گفت اگه دوباره هم بیاد روی صحنه بهتر از قبل خواهد درخشید. واقعا فکر میکنم یکی از آرزوهاش این بود که بعد از ملک ظرفی یک بار دیگه با فردین کاری رو بیاره روی صحنه. خدا با من یه عمری بده، من یه کاری دیگه با تو بکنم، یه کاری دیگه با هم دیگه شروع کنیم. من را از فرد دیگه کفاش مردم داشت دیگه، جوان جوان حیوانی، تنها دخترش بود و یادگار و فیلمانی که ساخته بود. انشالله که شما ها سلامت باشین، بچه ها سلامت باشن، اون در من دار و از فرد تعداد کسانی که بعد از انقلاب به سحن سینما آمدن، تئاتر آمدن، کارهای بهتری انجام دادن. در صورت همینه دیگه، به قول یک از رفقامون اتوبوس دیگه تعدادی سوار میشن اتفاقی دیگه نمیشن، نوبتی هم باشه دیار نوبت ما. خدا نکنه من دست میخواستم بعد از این جایه بزرگ و من یک استفاده بکنم، اونم اینه که از فردین عزیزمون بخواهیم که بیاد بیرون و در خارج از کشور
یک بار دیگه ما شاهد هنرنمایش باشیم روی صحنه تئاتر و سینما، چون دوستان در خارج کارهای تهیه کردن. برای چندی پیش به صحبت شما با دوستانی که اومدن مدیران پاریس و داود رشیدی اینها برای تهیه فیلمی، همه معتقدن که فردین همچنان خواهد درخشید دوباره در تاریخ سینما و تئاتر ایران. اینو من میخوام از شما همین الان بیاد علیاتم این قول بگیرم که برای کارهایی که برای شما در نظر گرفته شده بتونیم این افتخار داشته باشیم ملت ایران یک بار دیگه فردین رو صحنه تئاتر و سینمای خودش ببینه، این بار از خارج از کشور شروع بشه و بیاد ملت 70 میلیونی ما دوباره فردین رو ببینه از پاریس، از لس آنجلس، از لندن، دوباره اون پیام هنری خودش و پیام مردمی خودش و پیام عیاری و قهرمانی خودش رو یاد موندن. فردین فردین عیاری است که از یادگار دوران تختی است که به سینما آمد، برای همینی که راه نوین ایران گشود در تاریخ سینمای ما، راه عیاران و جوان مردان. این دوباره باید سیزنده شده داری فردین. یعنی همیشه اراده خداوند با اراده مردم پیوند یافته و همونطور که عرض کردم الان اصلا کلن یک فیلم نامه و یک نمایش نامه آماده است که برای فردین که بتونه دوباره بیاد روی صحنه. همونطور که عرض کردم من اینو به زنده یاد علی حاتمی که گفتم، خود اونم گفت یک هزار یه برنامه دارم من برای این عیارمون، در همین اساسه که یکی از این نمایش نامه اصلا در که نوشته شده به یاد فردین و به نام عمو عیار، بابا شلم دیروز و جوان مرد میدون های کشتی ایران که افتخارات بزرگی رو کسب کرده، خصوصا که علی حسنی نتونست تختیش رو تموم بکنه، ما بتونیم اینو ادامه بدیم به گونه های دیگه و دوباره مردم اون فردین رو ببینن روی صحنه.